سلام، 81مین سلام جوساپی ما رو در شنبه شبی دیگر به وقت ایران پذیرا باشید. در جوساپ 81 در تاریخ 18 جون سال 2011 و 28 خرداد سال 1390، این آخرین برنامه بهاری ما هست در سال 1390. 28 خرداد هستیم، فروردین و اردیبهشت و خرداد، سه ماه بهار رو پشت سر گذاشتیم، داریم میریم به طرف یک تابستان گرم و طولانی، تابستانی که در دبی از همین هفته های گذشته داره این نوید که چرز کنم این فریاد رو بر سر ما میکشه که چه تابستانی در پیش خواهیم داشت. آگست گرمترین ماه دبی، ماه رمضان هم هست، خلاصه آنچه خوبان همه دارند این تابستون به تنهایی داره. امیدوارم که به هر حال بهار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و ایام و ماهای زندگیتون برای همیشه آینده خجسته باشه. خب به روال همیشگی برنامه‌مون با یک کلیپ همیشه برنامه جوساپ رو شروع میکنیم، ولی این بار یک تفاوتی داره، این کلیپ فرق میکنه. آقای مهدی اسلامی که ظرف هفته های گذشته چندین و چند بار در موردش صحبت شده در تلویزیون، کلیپ هاشونو دیدید، ویژگی های خاصی داره کار این هنرمند عزیز. آقای باروک آهنگساز، کارهایی که من از آقای مهدی اسلامی دیدم بسیار آهنگ های زیبایی برای ایشون آماده کردن، بسیار زیبا، اشعار ترانه ها بسیار خوب هست، ویدیوها متفاوت و از همه مهمتر روی من اثری که گذاشته اجرای موسیقی هست. موسیقی بیشتر ساز و حال و هوای عربی ترکی داره. من همین دو هفته پیش که ترکیه بودم، وقتی در یکی از برنامه های زنده در استانبول دیدم که گروه ارکستر خواننده‌ای که ما برای دیدن برنامه‌اش رفته بودیم، وقتی اومد روی استیج و صحنه 18 نفر بودن، ماشاءالله خیلی زیبا و یه سوز عجیبی داشت. این همنوازی بسیار زیبا بود. این کار آقای اسلامی هم که با هم میشنویم و خواهیم دید کلیپشو و بقیه کارهایی که آقای باروک براشون آماده کردن و دیگر عزیزانی که به عنوان یک تیم کارهای آقای مهدی اسلامی رو به عهده دارن، بسیار همخوانی داره کار این تیم و آقای باروک هم واقعا آهنگ‌های بسیار زیبایی نوشتن براشون و از سازهای زنده و آکوستیک استفاده شده در اجرا و همه با هم توامان، نه اینکه سازها به تنهایی زده شده باشه و بعد استودیویی میکس بشه. ویژگی‌های خیلی زیادی داره کارها و کلیپ‌های مهدی اسلامی. به جای این تعریفایی که من میگم بهتره با هم ببینیم. عاشق نبودی تو دستات چه بیرحمن، من عاشقت بودم چشمات نمی فهمن، بیرحمه بیرحمی بیتاب بیتابم، بازم مثل هر شب امشب نمی خوابم، حالا که دست تو از دست من دوره، با هر کسی هستی من آرزوم اینه، لبخند تو سهم احساس اون باشه، از خاطرات تو عشقات برام باشه، قسمت نبود انگار ما مال هم باشیم، تق
تقدیر ما این بود از هم جدا باشیم. لبخند تو سهم احساس اون باشه، از خاطرات تو عشقات برام باشه. قسمت نبود انگار ما مال هم باشی، تقدیر ما از هم جدا باشی. عاشق نبودی تو دستات چه بیرحمن، من عاشقت بودم چشمات نمی در مورد جعبه سیاه در هواپیماها یا همون بلک باکس خیلی صحبت ها شنیدین، همیشه شنیدین فلان هواپیما سقوط کرد، از رو جعبه سیاه رفتن پیدا کردن که چه اتفاقی افتاده و داستان های گوناگونی که در این مورد شنیدید. و اما داستانی که ما هم براتون در مورد این خبر بگم این هستش که به زودی در ابوظبی یک آزمایشگاهی راه اندازی میشه و بهره برداری میشه، به زودی که میگم یعنی همین تا آخر ماه جون، یعنی ظرف همین دو هفته آینده، که کارش این خواهد بود که پی ببره به موضوعات و تصادفات مربوط به هواپیمایی که سقوط میکنن. تا به حال به غربی ها وابسته بودن، تمام کشورهای منطقه هم همینطور بودن، اتفاقی اگه بیفته کارشناسای غربی باید میومدن تا جعبه سیاه پیدا بکنن و بتونن اطلاعات رو از توش در بیارن، اطلاعات رو استخراج بکنن، ترجمه کنن، آنالیز کنن و خیلی داستانهای دیگه. ابوظبی در امارات به این نتیجه رسیده که بهتر این کار رو خودش انجام بده، به دلیل اینکه تصادفات متاسفانه سانه های هوایی زیاد شده و از طرف دیگه 5% میزان و ظرفیت مسافران که در بخش هوایی خاورمیانه تردد دارن، تردد مسافری به 11% افزایش پیدا کرده و به همین ترتیب هم تصادفات بیشتر شده. از طرف دیگه جمعاً جهت اطلاع شما بینندگان عزیز 200 میلیارد دلار سفارش هواپیما تا سال 2020 داده شده برای کشورهای منطقه خاورمیانه و 100 میلیارد دلار هم برای گسترش و پیشرفت فرودگاه‌ها هزینه شده و یا در حال هزینه کردن هستند. و از طرف دیگه انتظار این میره که 400 میلیون مسافر تا پایان این دهه در سال 2000 تا سال 2020 تردد مسافری باشه در فضا و هوای خاورمیانه. به همین خاطر به این نجر استد ابوظبی که این مهم رو به عهده بگیره که کمتر نیازمند غربی ها باشه. ظرف دو تصادف اخیر که بوئینگ 707 سودان ایرویز رخ داد در شارجه در سال 2009 و همین چند وقت پیش بوئینگ 747 UPS، این شرکتی که جابجایی بار و محموله‌ها و پارسل‌های خانگی رو داره، در سپتامبر 2010 سانه که رخ داد که نزدیک دبی اتفاق افتاد در امیرس رود، باعث شد که
به فکر بیفته ابوظبی که بتونه خودش آزمایشگاهی رو طراحی و حتما حتی با کمک کارشناسان زیربط هست در این مورد تأسیس بکنه تا بتونه بررسی دلیل سقوط هواپیماها رو خودش رأساً انجام بده. اطلاعاتی که انجام میشه در این آزمایشگاه اطلاعات روی جعبه سیاه دانلود میشه و تمامی اطلاعات خونده میشه، آنالیز میشه، چنان که در این خبر اومده. جعبه سیاه برای اینکه اطلاع داشته باشید، تمام مکالمات بین کارکنان و مهمانداران هواپیما و یا ارتباط با برج مراقبت و یا حتی صدای موتور هواپیما و سیستم های اخطار دهنده و خیلی چیزهای دیگر رو ثبت و ضبط میکنه. بر اساس این داده ها شرایط هواپیما محاسبه و شبیه سازی میشه و زمان ثبت داده ها برای پی بردن به زمان رخداد سقوط و یا اون سانحه استفاده میشه و با این داده ها دلیل تصادف بررسی و آنالیز میشه. خودروهای کامپکت SUV یا شاسی بلند کوچک از سال 1983 توسط شفرلت با مدل S10 بلیزر به مصرف کنندگان معرفی شد. اما این گونه در دهه اخیر طرفداران زیادی پیدا کرد و اتومبیل سازان بسیاری به ساخت اون رو آوردن. یکی از این سازندگان شرکت ژاپنی مزداه که با معرفی خانواده CX خریداران زیادی رو از سراسر جهان به سوی خودش جلب کرده. امروز قصد داریم تا از این خانواده مدل CX-7 رو به شما معرفی کنیم. این اتومبیل از طراحی خارجی خوب و نسبتاً بی‌نقصی برخورداره و نسبت به برادر بزرگتر خودش یعنی CX-9 متناسب‌تر طراحی شده و انتخابی مناسب برای جوانان و خانم‌ها به حساب میاد. یکی از مزایای CX-7 نسبت به رقبایی همچون هوندا CR-V و تویوتا RAV4 فضای داخلی بزرگتر و راحت تره. گرچه این محیط اجازه میده تا 5 نفر به راحتی در اتومبیل بشینن، ولی طراحی داخلی بسیار ساده و حتی قدیمی اون باعث میشه تا مصرف کننده خیلی سریع احساس خستگی کنه. از طرف دیگه امکانات جانبی CX-7 نسبت به قیمتش که در امارات از 94,000 تا 120,000 درهمه آنچنان چنگی به دل نمیزنه. گرچه امکاناتی همچون ورود بدون کلید، استارت دگمه‌ای و دوربین دنده عقب در مدل فول آپشن CX-7 به چشم میخوره، ولی نباید فراموش کنیم که کیا اسپورتج با قیمت 95,000 درهم همه این امکانات رو در اختیار مصرف کننده قرار میده و در عین حال زیباتر و جذابتره. این اتومبیل تنها با یک نوع موتور به بازار خاورمیانه عرضه شده که 2300 سیسی خطیه و توانایی ایجاد 234 اسب بخار رو داره. شش دنده اتوماتیک و از سیستم AWD All Wheel Drive بهره میگیره.
در انتهای این قسمت از تست درایو نکته ای شایان ذکره که شاید برای تعداد زیادی از بینندگان حائز اهمیت باشه. از اونجایی که بخش کثیری از بینندگان این برنامه در ایران و امارات زندگی می‌کنند و بیش از 90% از خودروهای وارداتی به کشور از طریق کشورهای امارات و عمان تامین میشن، این برنامه خودروهایی رو که برای بازار خاورمیانه از سوی شرکت‌های اتومبیل‌سازی طراحی میشه رو مورد بحث و معرفی قرار میده. به همین علت معرفی اتومبیل‌ها به مدل‌ها و امکانات جانبی که در این بازار موجود هستن محدود میشه. خوشحال میشیم تا در قسمت‌های آتی جوابگوی سوالات و نظرات سازنده شما باشیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. هیچ میدونستین که شرکت‌های نفتی در کشور امارات روزانه برای تولید و فروش بنزین 16.5 میلیون درهم ضرر میدن؟ 4 تا شرکت نفتی داره امارات: امارات، اپکو، اینوک و ادنوک، که دولت یارانه هایی رو تخصیص داده برای این کار و با توجه به اینکه قیمت بنزین در امارات همچنان رو به افزایش هست، ولی دولت هم یارانه های بنزین رو کماکان داره تقبل میکنه. بر طبق آمار، همونطور که عرض کردم، 16.5 میلیون درهم ضرر شرکت های نفتی در امارات هست، چرا که قیمت بنزین از هزینه های وارداتش به دلیل شرایط کشورهای همسایه بسیار کمتره. بنزینی که به دست مصرف کننده در امارات با قیمت لیتری 1.72 درهم میرسه که به پول خودمون میشه 576 تومان، یعنی ما الان داریم لیتری 576 تومان در امارات پول بنزین معمولی رو میدیم. چیزی حدود 3.2 درهم قیمت تموم شدهش و یا قیمت بازارشه، یعنی تقریبا 1075 تومان. فاصله این 1075 تومان تا 576 تومان رو دولت داره تامین میکنه که شرکت‌های نفتی ضررشون به یه شکلی تامین بشه. با وجود اینکه در سال گذشته 2 بار قیمت بنزین در امارات افزایش پیدا کرد و تغییر کرد، اما امسال دولت از تغییرش جلوگیری کرده و خودداری کرده که قیمت‌ها رو بالا نبره، برای اینکه میدونه با افزایش قیمت سوخت، قیمت حمل و نقل شهری و خیلی از مسائل وابسته به اون هم افزایش پیدا میکنه. قیمت بنزین در امارات از قیمت در عمان و عربستان سعودی گرونتر و بیشتر هست و امارات در سال گذشته قبول کرد که یارانه بنزین رو به عهده بگیره تا قیمت‌ها با قیمت جهانی برابری کنه، که البته این پرداختی برای دولت چیزی حدود میلیون‌ها درهم هزینه در بر داشته. قابل ذکره که دبی تمام بنزین خودشو از خارج وارد میکنه، اما ابوظبی قسمتی از بنزین مورد نیاز خودشو خودش فراهم میکنه. به هر صورت این ماه خیلی از پمپ بنزین‌ها کمبود بنزین رو در پمپ‌هاشون احساس کرد. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یک دیگه از برنامه‌های بزک از برنامه جوساب در خدمتتون هستیم. در ابتدای برنامه با هم دیگه میریم یک ویدیوی میکاپ براتون تهیه کردیم که با هم ببینیم و توضیحاتش رو براتون بدم. خب
میخوایم در مورد سایه های چشم صحبت بکنیم و اینکه برای هر رنگ چشمی باید سایه مناسب خودش رو انتخاب بکنید. برای چشمای آبی، برای چشمای سبز و قهوه‌ای باید سایه های مناسب خودش انتخاب بکنید تا رنگ چشماتون رو بیشتر جلوه بده و معلوم بکنه. و برای امروز برای چشمای قهوه‌ای میخوایم میکاپ انجام بدیم با سایه آبی رنگ رو استفاده میکنیم که مناسب چشمای قهوه‌ایه، که چشمای قهوه‌ای و رنگش رو خیلی بیشتر جلوه میده. میتونین که از سایه های تکی استفاده کنید یا دو تا سایه آبی و پس از اون هم نقره‌ای. خب در ابتدا سایه آبی تیره یا همون سرمه‌ای رو از وسط پلک چسبیده به مژه ها میکشیم تا به سمت خارج چشم. یادتون باشه که حتما این سایه رو به طور کامل پخش بکنید که هیچ فاصله ای بین پلکتون و مژه‌تون نیفته، چون هیچی بدتر از این میکاپ رو خراب نمی‌کنه که یه خطی از پوستتون معلوم باشه و وقتی که از سایه تیره رنگ استفاده میکنین. بله، به طور کامل هر دو رو میکشیم به سمت بیرون چشم و بعد از اون استفاده میکنیم از سایه خاکستری نقره‌ای که اینم برای چشمای قهوه‌ای مناسبه. از گوشه چشم، از داخل‌ترین گوشه چشم شروع میکنیم، یه حالت قوس مانند ایجاد میکنیم در بالای سایه تیره که یه حالت هایلایت به چشم داده باشه و میکاپمون رو اینطوری کامل میکنیم. بله، و بعد از اونم میتونیم که از خط چشم استفاده بکنیم. در اینجا از خط چشم مشکی با مداد تمام زوایای بالای مژه ها رو پر میکنیم. این خط خیلی نازکه، فقط یه حالت مشکی به چشم بده و حتما هم لازم نیست که خط چشم و سایه رنگاشون مچ باشه، برعکس رژ لب و خط لب که حتما باید با همدیگه هماهنگی داشته باشن. و از در زیر چشمم یک خط کوچیک میکشیم در گوشه خارجی چشم و اونو با دست پخش میکنیم. این کار باعث میشه که چشم حالت کشیده تری پیدا بکنه و گوشه چشم به سمت بالا بره و یه حالت بسیار زیبایی به خودش بگیره. بله، اینم آرایشی بود که برای چشمای قهوه‌ای با سایه آبی از آبی کمرنگ و تا آبی پررنگ میتونین استفاده کنین که در اینجا آبی تیره یا همون سرمه‌ای انتخاب شده بود. خب بسیار عالی. در مورد موضوع این هفته برنامه بزک براتون طریقه نگهداری از موها رو در فصل تابستون انتخاب کردیم که براتون میگیم که چه کارهایی لازم انجام بدیم که موهامون کمتر خشک و خراب بشه در فصل تابستون، در وقتی که در زیر آفتاب هستیم و همینطور بر سر گرما چه کارهایی رو باید انجام بدیم. اول اینکه اگر در زیر آفتاب میخواین برین حتما یادتون باشه که موهاتون پوشیده باشه، حالا یا اگه میخواین با کلاه بپوشونین یا اینکه دستمال سر سرتون باشه و جوری باشه که این دستمال سر یا کلاه آزاد بشه که هوا بتونه جریان پیدا کنه که موهاتون بیشتر از حد سرتون عرق نکنه و این باعث خرابی موهاتون نشه. و دیگه اینکه اگرم باز در به مدت طولانی میخواین زیر آفتاب باشین و نمیخواین که موهاتون رو با کلاه یا دستمال سر بپوشونین، میتونین که از نرم کننده های یا همون لیوین کاندیشنر که توی ضد آفتاب هم داره استفاده بکنین که موهاتون رو محافظت بکنه. و اگه احتمالا رفتین بیرون یادتون رفته که این کار رو انجام بدین، میتونین از همون ضد آفتاب صورتتون استفاده بکنین و البته یادتون باشه که بعدش حتما موهاتون رو خوب با شامپو بشورین. خب و دیگه اینکه تا اونجایی هم که میتونی در فصل تابستون، چون به اندازه کافی هم هوا گرم هست هم موها در معرض آفتاب قرار میگیره، بهتره که تا اونجایی که میتونین از وسایل که برای استایل موها استفاده میشه مثل اتوی مو، مثل سشوار و بابلیس، تا اونجایی که میتونین کمتر استفاده کنین. و نکته دیگه اینکه اگر هم که میخواین از این وسایل سشوار یا
بالاخره اوتوی مو یا بابلیس استفاده کنی، یادتون باشه که حتما قبلش از لیوین کاندیشنر استفاده کنی، یعنی بعد از اینکه به صورت عادی موهاتون رو شامپو کردین، اومدین بیرون خشک کردین، قبل از اینکه سشوار بکنین موهاتون رو، رو موهای خشکتون میتونین لیوین کاندیشنر بزنین. این یه حالت لایه محافظتی ایجاد میکنه برای موها که کمتر آسیب ببینه در اثر استفاده از این وسایل حرارتی. خب نکته دیگه این که نوشیدن آب کافی برای موهای سالم و بدن سالم همیشه ضروریه، پس یادتون نره آب به اندازه کافی بنوشید. خب و دیگه این که استفاده از محصولات حالت دهنده موها که محتویاتش الکل داره خودداری بکنید. حتی اگر ژل مو استفاده میکنید میتونید از ژل موهای استفاده بکنید که روش نوشته without alcohol یا بدون الکل هست، یا همون فکر میکنم کتیرا هم در ایران ژل موی هست که بدون الکل و گیاهیه و آسیبی به مو نمیرسونه، چون الکل وقتی که محصولاتی استفاده میکنید که توش الکل داره، الکل باعث خشکی موها میشه و در زیر گرما آفتاب هم خیلی بیشتر موها آسیب میبینه. خب و اینکه حتما بعد از شامپو کردن موهاتون از ماسک مو استفاده بکنید یا از نرم کننده که موهاتون رطوبت خودش رو حفظ بکنه. و سعی بکنیدم که کمتر موهاتون رو بشورید و تا اونجا هم که میتونید با آب سرد موهاتون رو بشورید، و میتونید که به جای استفاده از آب برای شستشو موهاتون از شامپوی خشک استفاده بکنید که در اکثر جا در داروخانه ها و محصول جایی که محصولات بهداشتی آرایشی هم میفروشن شامپوی خشک وجود داره. و یه شامپوی خشک دیگه هم که ما به شما توصیه میکنیم میتونید از پودر بچه استفاده بکنید که پودر بچه رو میتونین لابلای موهاتون بریزین. این کار باعث میشه که موهاتون هم براق‌تر بشه و همین که چربی موها رو میگیره برای مدت یک روز یا میشه گفت 24 ساعت بیشتر 24 ساعت. این کار رو بکنید و کمتر از آب استفاده بکنید تا موهاتون کمتر آسیب ببینه. خب و دیگه این که قبل از این که برین توی استخر یا دریا موهاتون رو زیر دوش آب خیس بکنید، این کار باعث میشه که موهاتون کمتر کلور یا نمک دریا رو به خودش جذب کنه. و بعد از رفتن به استخر یا دریا هم یادتون باشه که حتما موهاتون رو بلافاصله با آب بشورین که کلور یا نمک دریا از موهاتون پاک بشه، چون هر دو به طرز خیلی زیادی موها رو خشک و شکننده میکنه. خب بسیار عالی، با هم دیگه میریم که در مورد توصیه بزک براتون بگم و برنامه رو با توصیه بزک به پایان میرسونیم. لازمه بدونید که اضافه وزن و چاقی همش در اثر این نیست که شما یه غذایی به خصوصی رو دارین میخورین یا یه فعالیت به خصوصی رو میکنین که این باعث میشه که شما اضافه وزن پیدا بکنید. عوامل خیلی زیادی هست که باعث میشه که شما چاق بشین، اضافه وزن پیدا بکنید. عواملی مثل اینکه تحرکتون کمتر شده باشه، تغییر شغل داده باشید، اگر که دچار بیماری شده باشین و لازم باشه که کمتر تحرک بکنید، و یا اینکه چاقی بیش از حدی که در زمان بارداری برای خانم ها پیش میاد و مشغول شدن و وقت ندارین ورزش کنید، وقت ندارین تحرک کنید، و این هم یکی دیگه از عواملشه. و یه عامل خیلی مهم دیگه این که خوردن فست فود ها و به دفعات زیاد بیرون از خونه غذا خوردن، اینا همه باعث چاقی میشه و فست فود یکی از عوامل بسیار بسیار مهم چاقی هست و چاقیایی که بسیار بعد از یه مدت به یه حدی میرسه که غیر قابل کنترل میشه. پس یادتون باشه که تا اونجایی که میتونید فست فود رو از غذاتون حذف کنید. و همینطور ترک سیگار هم باعث، در ابتدا وقتی ترک سیگار میکنید اینم باعث این میشه که اضافه وزن پیدا کنید. پس اینو بدونین که اگر فکر میکنید که یه غذای خاصی میخورید یا اینکه چه دلیلی داره که چاق شدید، همه اینها میتونه که عوامل چاقی و اضافه وزن باشه. خب این هم از توصیه بزک این هفته، امیدوارم که لذت برده باشین از برنامه ما. تا هفته بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
خب قبل از اعلام پایان بخش اول جوساب 81 در این شنبه شبی که در مناظر شما عزیزان و مهربانان در داخل ایران هستیم، یک خبری از تراول نتورک بهتون بدم. تراول نتورک با همکاری داکیومنتری وایسز در فستیوال تابستانی دبی برای اولین بار تور تفریحی خانوادگی به دبی را با کمپ تابستانی 4 روزه برای فرزندان شما همزمان با تعطیلات ایران از 23 تا 26 تیر ماه برگزار می نماید. هنگامی که در برنامه های روزانه تور مشغول خرید و تفریح می باشید، فرزندان شما در 2 گروه سنی 6 تا 9 و 10 تا 13 سال در مناسبترین محیط های آموزشی تفریحی با استاندارد بین المللی در کنار مربیان کارآزموده فارسی و انگلیسی زبان بهترین خاطرات تابستانی خود را ثبت می نمایند. با توجه به محدودیت جا، همکنون با تراول نتورک تماس بگیرید. 2097-150-804-7020 و 2097-150-805-7020. International Travel Network. خب همینطور که در این آگهی اطلاعیه هم به سمع و نظر شما عزیزان رسید، همزمان با تعطیلات نیمه شعبان در ایران از 23 تا 26 تیر ماه تراول نتورک با داکیومنتری وایسز دست و دست هم گذاشتن، یک تور تفریحی و آموزشی بسیار زیبا تنظیم کردن، همزمان در دوره دبی سامر سورپرایز جشنواره تابستانی دبی که هم قیمت ها به شدت اومده پایین و هم برای تفریحات بچه ها برنامه های خیلی خاصی شهرداری دبی در نظر گرفته و در تمام مراکز خرید و جای مختلف دیدنی ها و شنیدنی ها و به هر حال لذت و شور و شعف برپاست. داکیومنتری وایسز یک سامر کمپ، یک کمپ تابستانی 4 روزه گذاشته برای بچه های شما عزیزان. شما که با کودکانتون در 2 گروه سنی که اعلام شد وقتی به دبی میان از 6 تا 9 سال و یا از 10 تا 13 سال، اگر شما مشغول خرید و کارهای مربوط به بزرگ سالانه خودتون هستید که بیشتر بچه ها حوصله‌شون سر میره، یک فضای بسیار مناسب برای بچه ها در نظر گرفتن. ظرف روز، در طول روز تا هنگام غروب 6 و 7 بعد از ظهر که شما مشغول فعالیت های خودتون هستید، بچه ها در این کمپ ها آموزش نقاشی و موسیقی و خیلی خیلی چیزهای دیدنی و شنیدنی به بچه ها خواهند آموخت و وقتشون رو به فراغت و خوبی پر میکنن. به باغ وحش میبرنشون، به جاهای دیدنی دبی نشونشون میدن. برنامه های بسیار متنوعی دارن که در پروموشن های بعدی به اطلاع شما میرسونیم. حتما با تراول نتورک تماس بگیرید با 2075-804-7020 و 805-7020. دیتیل و ریز برنامه ها رو ازشون بخواین، ببینین هم برای شما بزرگ سالا چه برنامه هایی تنظیم کردن و هم برای نوگل های زیبا و خندانتون. با تشکر از علیرضا در اتاق فرمان آمریکا و پیمان عزیز در اتاق فرمان دبی، این دو مرد شب و مرد روز، قسمت اول جوساب 81 رو به پایان میرسونیم. آگهی ها رو میبینیم، برمیگردیم به قسمت دوم جوساب 81. با سلام مجدد به شما بینندگان عزیز، به قسمت دوم از جوساب 81 در 18 جون سال 2011 و 28 خرداد سال 1390 خوش آمدید. میخوام براتون بگم از فیلم این هفته، فیلمی که از پایان همین هفته از پنجشنبه 23 جون بر پرده سینماهای دبی خواهد آمد، The Bad Teacher، معلم
بعد فیلمی که به کارگردانی جیک کاستن خواهد بود و به نویسندگی ژن استابنیسکی و لی آیزنبرگ. فیلم در ژانر کمدی هست و در کالیفرنیای آمریکا فیلم برداری شده، 92 دقیقه هست. داستان فیلم از این قراره که الیزابت که همون کامرون دیاز خودمون باشه، یه معلمی در شیکاگوه که سر شاگرداش فریاد میزنه، مشروب میخوره، مست سر کلاس میره، خلاصه معلم بدیه. تصمیم میگیره که با نامزد پولدارش ازدواج کنه، به دنبال یه معلم دیگه میگرده که جایگزین خودش کنه، که اون معلمم آقای اسکاته که همون جاستین تیمبرلیک هست که اونم اتفاقا پول داره. اتفاقات جالبی تو این فیلم رخ میده که مطمئنم که از دیدن اون لذت میبرید. هنرپیشه‌ها کامرون دیاز، جاستین تیمبرلیک، لوسی پانچ و جیسون سیگال. قسمت های از فیلم رو با هم داریم میبینیم با صدای بلند. حالا If I got a new pair of boobs, he'd be all over me. But they're really expensive, you know? Yeah, and you gotta get two of them. Who knows? Maybe you'll win the bonus. Oh, damn it! What bonus? To the state test. Whichever teacher has the highest scoring class gets a bonus. Things are about to change around here. Recess is over. We're having our car wash this weekend. Last year's car wash raised $6,000. Let's do this. Whoa. Lauren Rissman's dad called. He said we should have a car wash every weekend. That's bonkers! Every time I need you, let me know. Every time I need you, get me low. Every time I seek you, let me know. But I better... There is no way that LeBron will ever beat Jordan. Call me when LeBron has 6 championships. Is that your only argument? It's the only argument I need, Sean! Now, who has the answer to my question? You, Chubbs. He's, Whoa, wait! Twilight, what do we talk about in class? Don't throw at her, throw through her. Sign my yearbook. Hold my balls. بسیار زیبا، بسیار زیبا و قشنگ بود این فیلم. حتما از اون فیلم هاییست که من هم پنجشنبه همین هفته، آخر هفته، از مشتریاش خواهم بود. و اما بریم به سراغ دیستینیشن دبی با تشکر از سحر عزیز که به این سرعت حرف شنوی داشت. ما ازش خواهش کردیم که در مورد مترو و وسایل حمل و نقل در اون شهری صحبت بکنه. هفته پیش بود فکر کنم، یا هفته ماقبل خواهش کرده بودم. هفته پیش بود که این درخواست رو کرده بودیم. ازش بسیار ممنونم و از پیمان عزیز که دست به دست هم دیگه دادن و این دیستینیشن دبی حمل و نقل شهری در دبی رو آماده کردن. دیستینیشن دبی با سحر. سلام، خوش اومدین به برنامه دستینیشن دبی یا مقصد دبی. از اونجایی که فصل تابستون داره به سرعت میرسه، میدونم که بعضی از شما عزیزان شهر دبی رو به عنوان مقصد تابستونیتون در نظر گرفتین. برای همین این برنامه رو مختص وسایل نقلیه عمومی که در دبی هست براتون قرار دادیم. البته هممون میدونیم که تاکسی راحت ترین وسیله نقلیه عمومیه و شما به راحتی میتونید دستتون رو بلند کنید و یه تاکسی سری جلو پاتون ظاهر میشه. به هر حال بد نیست که وسایل نقلیه عمومی دیگه هم امتحان کنین. و اما وسایل نقلیه عمومی که در دبی هست رو میخوام براتون معرفی کنم. یکیشون تاکسی هستن. این تاکسی ها در واقع همون تاکسی های معمولی هستن که تو شهر فراوونه و این رو هم خدمتتون بگم، تاکسی های دبی مختص شرکت خصوصی نیست و مختص به شرکت حمل و نقل شهریه. برای همین اگه لازم به یک تاکسی تلفنی داشتین، میتونین با شماره هایی که برای عموم گذاشتن تماس بگیرین و تاکسیتون رو اوردر بدین. یه نوع دیگه تاکسی هم هست که مختص خانوماست.
این نوع تاکسی رنگش صورتی رنگه و راننده اون خانومه که یک یونیفرم صورتی رنگ به تن داره. بریم سراغ تاکسی های آبی دبی. تاکسی های آبی دبی در واقع قایق های سربسته کولرداری هستند که شما رو از منطقه بردبی و دیره جابجا میکنه و در قسمت های مختلف الخوردبی ایستگاه داره. یه نوع دیگه وسایل حمل و نقل وجود داره که بهش ابره میگن. این نوع قایق هم در واقع قایق سنتیه و شما رو از بردبی به دیره جابجا میکنه. بریم سراغ مترو دبی. میگن مترو دبی یکی از مجهزترین و تمیزترین متروها به حساب میاد و خیلی از توریستایی که به دبی سر میزنن میگن که مترو دبی خیلی تمیزه و با متروی که تو کشورشون هست خیلی تفاوت داره. به هر حال مترو وسیله مناسبی برای جابجا کردن شما از یک طرف دبی به طرف دیگه اونه. مترو دبی دو خط داره. یکیش خط قرمز و دیگری خط سبزه. خط قرمز از ایستگاه جبل علی شروع میشه و تا ایستگاه رشیدیه به پایان میرسه و در ایستگاه در خط سبزش از ایستگاه اتصالات شروع میشه و در ایستگاه الخور به پایان میرسه. البته ناگفته نمونه خط سبزش هنوز در حال ساخته و تا 2 ماه دیگه انشالله شروع به فعالیت میکنه. برای اون دست عزیزانی که میخوان از مترو استفاده کنن باید یک سری تیکت هایی رو برای خودشون فراهم کنن. این تیکت ها یا کارد بهشون میگن نول کارد. این نول کارد ها 4 نوع هستش. شما میتونید یه دونه از این نول کارد ها رو برای خودتون انتخاب کنید و برای مترو استفاده کنید. نول کارد رنگ نقره‌ای در واقع این کارت ها رو میتونین شما شارژ کنین و هر چند دفعه که بخواید میتونین استفاده کنین. نول کارت رنگ طلایی مربوط به گولد کلاس یا فرست کلاس میشه. این نول کارت با نول کارت نقره هیچ فرقی نمیکنه. تنها تفاوتی که داره اینه که شما وارد کوپه های گولد کلاس میشین که این کوپه ها از کوپه های دیگه خلوت تره. و این رو هم بگم هزینه‌ای که با گولد کارد میرین داخل مترو کمی بیشتر از کارت‌های نقره رنگه. بریم سراغ کارت‌های رنگ آبی. کارت رنگ آبی مختص دانشجویان، سالمندان و معلولینه. این کارت هم با کارت طلایی و نقره‌ای هیچ فرقی نمی‌کنه. تنها فرقش اینه که تخفیف ویژه‌ای برای این دسته از افراد به حساب میاد. و اما نول کارد قرمز. این نول کاردها میشه گفت یه بار مصرفن، یعنی اینکه شما فقط یک مسیر رفت و برگشت رو با این کاردها دارین و قابل شارژ هم نیست. این رو هم بگم در داخل متروها، اتوبوس، تاکسی خوردن، نوشیدن و حتی آدامس جویدن کاملا ممنوعه. پس سعی کنین وقتی که به دبی اومدین به قانوناشون هم احترام بذارین. اتوبوس هم وسیله نقلیه عمومیه بسیار مناسبیه چون در بیشتر قسمت‌های پررفت و آمد و توریستی دبی ایستگاه داره و یکی از ویژگی‌های اتوبوس اینه که شما لازم نیست در آفتاب دبی براشون منتظر بمونین و که بیان. در دبی ایستگاه‌های درست کردن که این ایستگاه‌ها کولردار هستن. در این ایستگاه برای شما اسم و شماره اتوبوس و مسیری که این اتوبوس ها طی میکنن رو نصب کردن که مسیرتون رو بتونین با این نقشه پیدا کنین. برای این اتوبوس ها شما میتونین از نول کاردتون استفاده کنین. این نول کارد ها علاوه بر مترو میتونین برای اتوبوس هم استفاده کنین. اگه شارژ این نول کارد ها تموم شد شما میتونید در ایستگاه های مترو اون رو شارژ کنید یا در تیکت ماشین هایی که در کنار ایستگاه های اتوبوس قرار دارن اونجا هم میتونید شارژشون کنید. خب به آخر برنامه‌مون رسیدیم. امیدوارم از این گزارشی که در مورد وسایل نقلیه عمومی براتون تهیه کردیم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. از سپانسور برنامه‌مون اینترنشنال تراول نتورک هم تشکر می‌کنیم.
فراموش نکنید به فیسبوک پیج ما سر بزنید. نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو حتما برامون بنویسین. تا برنامه بعدی و دستینیشن دبای دیگه، خدا نگهدار. از لطف بودن تو ما رسیدیم به جوساپ 81. حالا ببینیم در این کلیپ از لطف بودن چه کسی کی به کجا رسیده. خب رسیدیم به Persian Events، به رخدادها و یا رویدادهای ایرانیان در سراسر جهان در جوساپ 81. از طریق وبسایت ما www.itngroup.tv or یا خیلی خارجی شدم or و یا itngroup.me شما میتونید پرواز داشته باشید به جای جای جهان و هر جایی که رویدادهای ایرانیان هست. شاید همسایه بغلی شما یک سالونی باشه و یک برنامه باشه و شما بیخبر و در وبسایت ایتن گروپ بتونید این خبر رو کسب بکنید. پس با هم بدون ویزا و بدون پرواز میریم به itngroup.tv و میبینیم که ساندی
19 of June یعنی فردا نمایش کمدی مسافران کاری از مسعود اسدالله‌ای همکار بسیار عزیز و محترم ما در شبکه لایف هستش که در ایرانیان کارشارن آرت هاوس هست در لس آنجلس. آقای مسعود اسدالله‌ای هم که معرف خاص و عام هستن از زمان قبل از انقلاب به یاد داریم. آقای مسعود اسدالله‌ای کارگردان فیلم مستندگونه طلاق رو که بسیار معروف شدن و بسیار هم در جای جای قسمت‌های مختلف هنر سینمای اون موقع خوش درخشیدن. داریم قسمتی از این با هم ببینیم؟ داریم پیمان جان قسمتی از این تئاتر رو با هم ببینیم و برگردیم. از برادران و خواهران تقاضا می شود حجاب اسلامی خودشون رو رعایت بکنن. به تهران خوش آمدید. این خانمی که ببینید شده در واقع آقای خونه، نون در بیار خونه شده و این آقایی که میبینید مدتی بیکاره، حالش هم خوب نیست، روانشناس میبینه و میخواد یه جوری با اولین پرواز برگرده به وطنش، اما یک شب یک مهمان ناخوانده بیاد و همه چی رو دگرگون. بعد از سالها زهره رمزی در کنار مسعود اسداللهی به صحنه نمایش باز میاد. 19 جون 2011 در خانه فرهنگ و هنر ایران، 26 جون در مورگن ویکسن تئاتر سانتا مونیکا، 424-204-99-17. خب با تشکر از پیمان عزیز، اتفاقا هنگامی که داشت پخش میکرد در هدست من گفت من فکر کردم که اگر آگهی رو پخش کنیم که برنامه‌های بعدی رو هم به اطلاع دوستان عزیز در آمریکا برسونیم بهتره. من هم بسیار موافق بودم، به حال ازش متشکرم. دوستان عزیز در آمریکا جای ما رو هم خالی کنید و از همین جام درود و سلام میگم به آقای استاد مسعود اسداللهی. خب پس بریم یه سر بزنیم به اروپا. از لس آنجلس میریم به لندن، شبی با رومی، کنسرت گروه روح افزا هست در لوگان هال لندن برای یک شنبه فردا 19 جون. گروه موسیقی روح افزا، تنبور نوازان اصفهان، در سال 1377 خورشیدی بنیان گذاشته شد. این گروه تاکنون تلاش نموده منظر ویژه‌ای از موسیقی عرفانی به خصوص ظرفیت‌های نهفته تنبور رو معرفی کنه. در این راستا روح افزا ضمن انتشار آلبوم، همکاری با مؤسسات رسانه‌ای و شرکت در جشنواره‌های موسیقی، نشست‌ها و کنسرت‌های متعددی را در داخل و خارج از ایران برگزار کرده. روح افزا در سال‌های اخیر در ساخت و تنظیم قطعات تمرکز بیشتری بر لحن تأثیرگذار و فضای عرفانی اشعار مولانا جلال الدین رومی داشته. آهنگساز گروه شور و وجد و اون حال و هوای اشعار مولانا رو در آهنگهای خودش به جایگاه ویژه‌ای سوق داده. به اعتقاد این آهنگساز برای آهنگسازی و خلق قطعات در فضای تنبور اشعار مولانا نسبت به سایر متون ادبی سازگارتر و الهام بخش تر هستش. با این تعریفات قطعی از این کار رو ببینیم، ببینیم چجوری به وجد میایم. بله، نی و تنبور و دف
خیلی خیلی حال میده، راست میگن. یعنی واقعا کاش که فرصت های بیشتری داشتیم که میتونستیم بیشتر گوش کنیم. به هر حال یک سری میزنیم به ونکوور، میبینیم که در ونکوور در پاسیفیک سینماتک برای دوشنبه 20 جون پس فردا نمایش فیلم بادکنک سفید اثر جعفر پناهی هست. جعفر پناهی هنرمندی که همین چند روز اخیر هم باز هم بزرگان سینمای جهان نامه ای امضا کردند برای رفع محدودیت هایی که از این بر این هنرمند بین المللی واقعا اچاف شده و در تنگناهای سیاسی داخل ایران قرار گرفته، کسی که به جرم افکارش، فیلمی که قرار بوده بسازه، به جرم اون دچار مشکلات بسیار عدیده‌ای در ایران شد و مجرم شناخته شد، غیر منصفانه و غیر قانونی. بر صورت اگر موافق هستید قطعه از فیلم بادکنک سفید رو با هم اثر جعفر پناهی ببینیم و برگردیم به استدیو. بسیار خوب، از ونکوور میایم به آمریکا، میایم به سان دیگو. در میوزیم آف کانتمپوری آرتس در سان دیگو برای یک شنبه فردا 19 جون کنسرت خانم سیما بینا هست و گروه لیان. سیما بینا زاده سال 1323 در شهرستان بیرجند، آهنگساز، خواننده آوازها و ترانه های محلی ایرانی است و بسیار مشهور. از کودکی در کنار احمد بینا پدرش که استاد موسیقی سنتی و شاعر و آهنگساز ترانه های اولیه سیما بود رشد میکنه. گروه لیان هم متشکل از موسیقیدانان، آهنگسازان و نوازندگان ایرانی و غیر ایرانی هستش که در سال 1997 توسط پیرایه پورافر، هومن پورمهدی و مهشید میرزاده در لس آنجلس تأسیس شد. این گروه به زیبایی موسیقی سنتی عارفانه ایران را با موسیقی معاصر جاز تلفیق کردند. خواننده این گروه خسرو انصاری هست. یه کار کوچیکی از خانم سیما بینا رو ببینیم و برگردیم به استدیو. خب از سان دیگو برمیگردیم به لس آنجلس، به فلیشیا ماهود آدیتوریوم برای یک شنبه هفته آینده 26 جون نمایش فیلم مستند الفبای بختیاری هست که دوستانی که در لس آنجلس هستن امیدوارم از دیدن این فیلم لذت ببرند. و نهایتاً میریم به پورتلند، میریم به پورتلند برای کنسرت محسن نامجو همراه با علی بایزار. پورتلند سنتر فور د پرفورمینگ آرتس جمعه 24 جون
در پایان همین هفته در انتظار محسن نامجو هست. محسن نامجو خواننده‌ای که در سال 54 در تربت جام به دنیا اومد، همکنون در کشور آمریکا زندگی میکنه و در دانشگاه استنفورد مشغول تحقیقه. نامجو آموزش موسیقی را از نوجوانی با نوت‌خوانی و آواز آغاز کرد و سپس ردیف موسیقی ایرانی را از ابتدا نزد استاد شاکری و سپس نزد نصرالله ناصح آموخت و یکی از برجسته ترین ردیفدانان ایران هست، استاد نصرالله ناصح پور. وی پس از سپری کردن دوره دبیرستان در رشته تئاتر در دانشکده سینما تئاتر، همون هنرهای دراماتیک سابق، پذیرفته شد، ولی برای تحصیل در رشته موسیقی به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران رفت، ولی به دلیل عدم رضایت از روش‌های غیر خلاق تدریس دانشگاه را رها کرد و فعالیت خودش را به شکل تجربی و غیر آکادمیک ادامه داد و امروز به این نقطه از شهرت و محبوبیت رسیده. ببینیم آخرین قسمت جوساپ، ببخشید، آخرین قسمت پرژن ایونت جوساپ 81 رو محسن نامجو. بیابان را سراسر مه گرفته، چراغ قریه پنهان است، موجی گرد در خون بیابان است. بیابان را سراسر مه گرفته، جوساپ 81 هم به پایان رسید. مثل ماه خرداد، ماه خرداد ماه خون و حماسه برای جوانان ایرانی که ظرف دو سال گذشته به دنبال احقاق حقوق از دست رفته خودشون در خیابونها حضور پیدا کردند. چه زود چه دیر، به هر حال همیشه آزادی خواهی به نتیجه خودش میرسه. شما بینندگان عزیز رو به خدای بزرگ می سپارم با این قطعی که می گوید که گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است.